سلام، وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز. هاشمی هستم از شبکه اسکیل 2. امیدوار هستم که از برنامه‌های گذشته ما کمال استفاده کرده باشید دوستان عزیز. موضوع قبلی ما در مورد INTS بود که به شما اجازه میداد که یک اکاونت درست کنید برای خودتان و بخش پیامی کندویق و موتر و وسیله نقلیه خودتان مدیریت کنین و یک ارتباط بود با بخش های اداری. خب قبلا برای کخت غیزتان، برای بعضی از موضوعات مهمی دیگه، شما از روی سایت INTS اقدام میکردین. خب مثلا شما اگر آدرستان چینج شده باشه و اگر موتری خریده باشین، موتری فروخته باشین، شما باید از روی سایت INTS اقدام کنین. به طور مثال اگر شما آدرستان چینج شده باشه، نیازی نیست که کخت غیزتان چینج کنین، فقط کافی است که برین روی سایت INTS و درخواست مودیفی ادرس بدین و بهتون یک دونه بارکدی به صورت میفرسته، روی ازو آدرس جدیدتون نوشته و رو روی کارت غیز قدیمیتون شما میچسبونید. در این برنامه سعی میکنم در مورد NOPH با شما صحبت کنم که NOPH چی است. نمره انرژیستمان دو پرفکتورال هارمونیزه، که این نمره به شما اجازه میده که در امتحان کدولغوت شما شرکت کنید. یعنی یک ایدنتیفیان شما است، یک اجازه نامه ورود شما است. مشکل خیلی از کسا همی است. ببینین اوتوکول شما را آماده میکنه، شما را به شما امتحان نمیگیره، یعنی که فقط شما را آماده میکنه که شما کدولغوت پاس کنید. ببینین من در قدم اول سعی میکنم براتون یک اکانت که در برنامه گذاشته بهتون گفتم INTS، و در این برنامه سعی میکنم یک شماره NOPH به شما آماده کنم. خب شما با NOPH بسیار راحت میتونین برین وارد امتحان تئوری بشین و خودتون راحت امتحان تئوری رو پاس کنین و هزینه هم به شما نداره. شما با €30 میتونین ثبت نام اغنی کخ کنین و از ویدیوها و درسای از نوع استفاده کنین، از تستای از نوع استفاده کنین و همچنین بعضی که آماده شدین میتونین توسط همین نمره NOPH تان ثبت نام امتحان تئوری کدولغوت بشین، که او هم لپوس و بعضی از ارگان های دیگه هم هست که در هر شهر موجود است، که اگره است که میتونه از طرف پرفکتور اونا اجازه دارن که امتحان بگیرن. به هر حال نمره NOPH چیزی بسیار سختی نیست و چیزی بسیار مهمی هم نیست و شما بتونید که کس دیگه به شما بگیره. شما خودتون راحت میتونید یک اکاونت درست کنین INTS، بعد از روی INTS درخواست بدین و یک حدود دو هفته طول میکشه که بتون این شماره بتون بیاید به نامه به خانه شما مستقیم میآید. به هر حال من امروز سعی میکنم در مورد NOPH بیشتر با شما صحبت کنم، روی سایت بهتون نشون میدم و چطوری شما میتونین یک اکاونت NOPH برای خودتان به دست بیارین. خب دوستان عزیز، تا آخر ویدیو لطفا با ما باشید تا که بیشتر در مورد موضوع با هم صحبت کنیم. ببینید دوستان، در قسمت میام سراغ سایت INTS gov.fr و وارد این صفحه میشیم به اسم اژانس ناسیونال دو تیتر دی سکیوریتی. ببینید در برنامه قبلی بهتون گفتم که شما باید برای که پرمی کندویق اقدام میکنین، برای پاسپورت اقدام میکنین و برای هر چیزی که میخواین اقدام کنین وارد سایت INTS میشین، که INTS یک اژانسی است برای صدور مدارک مهم اداری. خب شما اکانت درست کردین و ما وارد اکانت میشم. خب ببینید من اکاونت درست کردم، ببینید اینجا، ولی یادم رفته، ایدنتیفیانم یادم رفته و مد و پسم یا رمزم یادم رفته. اگه بخوایم به دست بیارم از اینجا باید اقدام کنم و ببینید کلیک میکنم اینجا، ببینید میگه ارور داد و میگه اشتباه هست و من یک راه دیگر انتخاب میکنم. من اکاونت دارم ولی رمز خود فراموش کردم، یا اقدام میکنم از اینجا میگم من فراموش کردم و اونا رمز ما به ایمیل ما وارد میکنن، ایمیلی که ما در اکاونت دادیم، ما باید به اکاونت با اون ایمیل دسترسی داشته باشم، و یا هم میرم سراغ فرانس کانکت. اینجا کلیک میکنم وارد سایت فرانس کانکت میشم، میگه ل سایت د اژانس ناسیونال د تیتر سکیوریزه، میگم از طریق جوتلیس ا نوو، میگم ما میخوایم مرا از طریق اسورانس مالدی بشناسی و یا از طریق امپو. من اولا باید بتونم خود به اکاونت اسورانسم کانکت کنم. اینجا کلیک میکنم، در بالا شماره سکیوریتی سوسیال یا همون شماره ای که روی کارت ویتال شما هست را اینجا باید بنویسین و رمز همیلتون میزنه. شما باید بتونین به اکانت همیلتون وارد شید.
من میذارم کانکتی. دولت میخواد بفهمه که اگر شما صاحبی اکانت هستی، ببین مرنج شناخت، شما باید بتونی به دسترسی داشته باشی به اکانت امنیت. بعد اینا همه با هم ربط داره و میگم کانتینیو سورسیت اکانت. خب ببینید جعفر هاشمی اینجا وارد شد، به من خوش آمدگویی کرد و حالا میتونم از اینجا درخواست پرمی کندویر بدم. خب دوماندم پرمی کندویر از اینجا اقدام میکنم. اگه بخوام فوتو نومریک به اسم بیارم، چون میفهمیم که برای پرمی کندویر شما باید فوتو نومریک داشته باشید. بعضی از ماشین هایی که در گرد بعضی از جاها مشخص هست، شما میتونید از این قسمت پیدا کنید در کجاهای ماشینا هست. بعد از این قسمت اگر شما قبلا درخواست داشته باشید و میخواهید بفهمی که درخواستت به کجا رسیده، اینجا کلیک میکنی و برای بعضی از کارهای معترض مثل کخت گریز، خرید فروش معترض از اینجا اقدام میکنی و برای پاسپورت از اینجا است. خب من دنیاش کار ندارم، حالا میخوایم وارد قسمت دومانده هم پرمی کندویر شم. من کلیک میکنم، اینجا کلیک میکنم و من باید 7 اتاب را باید انجام بدم. ببینید در قدم اول اینجا جومنسخیر pour pouvoir présenter au prof de permis conduire. Puis ma dernière clique me connaît balayer d'arrache permis conduire. Hein? Continue. Dans le cadre de l'étape de ma boîte effectuer une demande. Balayer qui est? Balayer avec faire des mineurs, balayer avec faire des majeurs. Ma balayer avec majeur entrape me connaît. Va. Il s'agit de quoi? Pour passer un examen de permis conduire. D'une inscription pour passer les épreuves de permis conduire. خب اینجا کلیک کنم و باید از پایین نوع پرمی خود انتخاب کنم. من برای چی پرمی میخوام اقدام کنم؟ موتور است و بی است. من چون بی دارم و اینجا کلیک کنم و من فهم کنم به مشکل بخورم، این اطلاعات ثبت میشه و ثبت است برای من و میگه برای موضوع ویزیت مدیکال نیاز است. اگر شما هر موضوع رو بخواید موضوعات رو بفهمین، ببینید یه علامت سوال است. اینجا کلیک کنم، اینجا به من گفته که برای چی پرمی های ویزیت مدیکال نیاز است. برای پرمی C و پرمی D ویزیت مدیکال نیاز است. اینجا به من گفته کامل بخونین و بفهمین. و در این قسمت هم اینجا میگیم نو. خب un premier permis de conduire. Yes, ajouter une nouvelle catégorie de permis de conduire. Mais je vais vous dire de l'économie. Je vais vous dire le permis B et de l'économie. Je vais vous dire que je vais vous dire le permis TOSA. Hop, dernier résumat, je vais vous dire que je vais vous dire le permis TOSA. Et je vous dire que je vais vous dire le permis TOSA. Je vais vous dire apprentissage anticipé à la conduire va il ne reste pas me dit non ma handicap assis dans la maison non va étape suivante. Hop, dernier résumat motif de la demande comme elle je m'en voilà qu'a dit va d'ailleurs sa maison validé. Hop, dans le résumat à val tamon et l'autre marbou de retour voilà de m'écouter nom nom usage سکس، اوم یا آقا است یا خانوم، پرنومتان و اجوته اون پرنوم. اگه بخواید مثلا وارد کنید دد دو نسانس، تاریخ تولد تانه، محل تولد تانه، کشور تولد تانه وارد میکنید. اینجا من میذارم افغانستان و ولایت من وارد میکنم. اینجا چه یک تولد هست، چیزی که روی پاسپورت ها نوشته است و میذارم اتاب سویوان. خب در این قسمت آدرس خود وارد میکنم، دقیق چیزی که روی کارت سجور من نوشته است باید دقیق باشه. عکسی که میخوایم بگیریم در بعضی از مغازه‌های عکاسی هم عکس میگیره و به شما فوتو نومریک میده که 22 رقم هست و در این پایین سمت چپ تا عکس قسمت اول اینا وارد میکنین و او بعضی از ماشین هم هست در لوکلر و کارفور و در لیسنس اف نصب است. ببینید در این قسمت کلیک میکنین و شما اون عکس شما اگر عدد 22 رقمی داره و وقتی به مزه که وارد کنید اون ماشین خودتون قبلا امضا کردید، وقتی امضا میکنی هم امضای شما میاد هم عکس شما میاد و پرفکتور میتونه به شما دستی بده. به مزه که من یک کد را اینجا وارد کنم، این عکس من اینجا میایم و به همراه امضای من و امضا و عکس من در اینجا ظاهر میشه. خب در این قسمت هم به شما جستیفیکاتیو های را ارائه میکنه، مثل جستیفیکاتیو یا مدارکی مثل برای کرایه خانه و همچنین عکس پشت روی مدارک اقامتی تا مثلا کارت سجور تا هر چی است.
برای جستیفیکاتیو دومیسیل شما یا کرایه خانه و یا فاکتور آب و برق گاز هم میتونن بدن. ببین قبول کرد، من جستیفیکاتیو رو وارد کردم، هم دومیسیل و هم کارت رزیدنتم، و اگر دیگه جستیفیکاتیو های از ما بخوایم ما میتونم اینجا وارد کنم و بهشون بفرستم. اینجا کلیک میکنید و میبینید که اوی مدیکال اگه بخواد و هر گونه اسناد دیگه بخواد من میتونم از اینجا بهشون بفرستم. میذارم اتاب سیوان. خب اینجا یک نگاه کلی میکنم به اطلاعاتی که وارد کردم. من پرمی به درخواست کردم، اطلاعاتی دیگه که من وارد کردم میخونم و ببینم کدام اشتباهی نکرده باشم، چون من اگه اشتباه کرده باشم باز مشکل میخورم. و تمام اسم، تاریخ تولد، خنوم، تمام مواردی که وارد کردم من بررسی میکنم و میبینم که کدام جای اشتباه نکرده باشم. ایمیلم، شماره تلفنم و جستیفیکاتیو هایی که ارائه دادم. اینجا کلیک میکنم و ولیده. اینجا یک جستیفیکاتیو به من میده، یک مدرک به من میده که تو درخواست داد قبول شد، به ما مدارک ما نیاز داشتیم و ما فرستادی و یک شماره دومان نمیقو به یه همون جستیفیکاتیوی که به من داده بود اینا و به اون شماره من ثبت است. طبعا 2 هفته اینا طول میکشه تا این شماره NOPH بر من بیاید. من برمیدم داخل اکانت خودم و ببینم که چی کار شد. ببینین در این قسمت نوشته که حساب شما یا درخواست شما فرستاده شده و آنوایه. ببینین نوشته آنوایه و بر من این اسناد من فرستاده شد به این بخش و من هر وقت هم بخوام میتونم به این اسناد دسترسی پیدا کنم. حدود 2 هفته تا 3 هفته بستگی به دپارتمان و قوانین داخلی شما بستگی داره که شما این نمره NOPH رو دریافت کنید. خب دوستان، امیدوار هستم که زیاد بهتون سخت نبوده باشه و سعی میکنم برنامه های بعدی را بیشتر در قسمت های مختلف ای اکاونت NOPH و همچنین سایت INTS و موضوعات بسیار متفاوت دیگر به شما عزم بذارم. امیدوار هستم که از برنامه امروز من خوشت آمده باشه. خدایا رو نگهدارتان و بدرود.